صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا امام المتقین و یعصوب الدین و قائد القر المحجلین. اشهد انک انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. لعن الله قاتليك وظالميك وعجل الله تعالى فرج منتقمك. سلام عليكم ورحمة الله وعظم الله اجوركم. عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و شیعیان آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، شهادت مظلومانه حضرتش رو. انشالله که در هر کجا که هستید در سلامت و عافیت باشید. امیدوارم که امشب با دلهای محزون دستان خود را به سوی آسمان بلند کنید، همگی با هم انشالله یک صدا دعا کنیم برای فرج و سلامتی منتقم آل محمد. انشالله که خداوند به برکت این شب قدر به ما رحم کنه و امر فرج آقا و مولامون رو امضا بفرماید. در خدمت شما سروران هستیم با برنامه معراج و به نیابت از همه شما عزیزان خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمن عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم محضر همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. شب شهادت مظلومانه مولای متقین آقا امیر المؤمنین علیه السلام را خدمت حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله همه دوستان، همه شیعیان اهل البیت در سراسر عالم مورد لطف امام زمان علیه السلام قرار بگیرن و خداوند بلاها را از همشون انشاءالله دور کنه. در خدمت شما. بله، در جلسه گذشته در مذمت بخل ورزیدن به عنوان یک بیماری روحی برامون فرمودید و با توجه به آیات کریمه قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام فرمودید که انکار نعمت‌های الهی مساوی با کفر است و ماجرای برادرانی که نعمت الهی رو کافر شدن و از بخشیدن اموالشون به مساکین دریغ ورزیدن و مستوجب عذاب و عقوبت الهی شدن برامون فرمود به عنوان نمونه از این که قطعا امساک از انفاق نه تنها عقوبت دنیوی داره بلکه انسان رو مستوجب عذاب دردناک و خار کننده الهی میکنه. بله. اگر که محبت بفرمایید باز هم از برکات انفاق در دنیا و آخرت برامون بفرمایید با توجه به این شب مبارکی درش هستیم استفاده میکنیم. انشاءالله در خدمتم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بخل مستقیما ضررش به خود انسان بخیل وارد میشه. قبل از اینکه کسی از این بخل متضرر بشود، خود انسان بخیل به بخل میورزه به قصد اینکه مالی داشته باشد. این بخل نسبت به مال به ضرر خدا او تمام می شود و قرآن کریم می فرماید و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. کسی که بخل بورزد انما فانما این انما عدات حصره، یعنی فقط خودش ضرر می بینه. یبخل عن نفسه، ضرر به خدا نمیزنه. اصلا خدا محتاج مال و دارایی ما نیست. خدای تبارک و تعالی ذاتن غنیه،
و ذاتاً بی نیازه، برخلاف من شما که ذاتاً فقیر و محتاجیم، و برای اینکه این فقر ما تبدیل بشود به غنا باید داد، باید انفاق کرد و این بیماری مهلک بخل را باید از خودمون دور کنیم. لذا در ذیل آیات کریمه قرآن در مذمت بخل روایات بسیار از همه 14 معصوم روایت وارد شده، از جمله فرمایشات نورانی مولای متقین امیر المؤمنین علیه السلام که امشب همه اولیاء، همه انبیاء، همه ملائکه، همه بندگان صالح و شایسته خدای عز و جل جامعه عذابتن دارن برای شهادت امیر المؤمنین اول مظلوم عالم. مولا می فرماید البخل عار، بخل ننگه برای یک انسان، برای اینکه این انسان این ننگ را از خودش دور کنه باید انفاق کنه، باید ببخشه. البته اول ممکنه سخت و دشوار باشد انفاق کردن، ولی ذره ذره این عادت انسان میشه، ملکه انسان میشه و راحت اموالش رو میتونه در راه خدا انفاق کند. انسان از کم شروع کنه و کم کم با نفس اماره خود جهاد کنه و مبارزه کنه، مخالفت کنه. نفس اماره و شیطان میگوید نبخش، چیزی نده، چیزی انفاق نکن که فقیر میشی. انسان باید مقابل این نفس بیسته و با نفسش مبارزه کنه، با نفسش جهاد کنه. لذا جهاد با نفس ازش تعبیر شده است به جهاد اکبر. بنابراین برای اینکه این ننگ، این عار از انسان دور بشود باید انفاق کنه، باید صدقه بده در راه خدای تبارک و تعالی. در فرمایش دیگری حضرت مولا می فرماید البخل جلباب المسکنه. جلباب خصوص لباسی را می گویند در عرب که سراسر بدن را می پوشاند. یه خمار هست که سر و گردن را و مقابل سینه انسان را می پوشونه. لباسیه که عجابیه که زنها باید داشته باشن. خمار که جمعش خموره. و یک حجاب دیگری دارن به نام جلباب، که این جلباب یک پارچه سرتاسری است که همه بدن را از فرق سر تا انگشتان پا کاملا می پوشانه. می فرماید بخل جلباب مسکنته. مسکنت این فقر، تنگ دستیه. اصلا لباس و جامعه فقر و تنگ دستی این بخله. بخل باعث نمیشه که انسان دارا بشه، مالدار بشه، بلکه برعکس بخل و عدم انفاق و این محبت ورزیدن به مال و دنیا، این لباس مسکنت و فقریه که همه وجود انسان را فرا میگیرد. بنابراین برای اینکه نجات پیدا کنه انسان از لباس فقر و نداری باید چیکار کنه؟ باید انفاق کنه، باید ببخشه. بخشیدن و انفاق موجب دارایی انسانه، دارایی انسان زیاد می شود. می فرماید اصلا ضرر به عقیده انسان می زنه آدم که بخیل باشه و بخل بورزه. البخل بالموجود، یعنی بخل ورزیدن به اون مالی که خدای عز و جل از فضلش مرحمت کرده و الان اون مال موجوده، خدا بهش مال داده، خدا بهش ثروت داده، بهش گفتن یه بخشی از این مالت رو در راه خدا بده، نه همش رو، اونم ببخش که ما برات نگه می‌داریم،
نه ببخش که نابود بشه و از بین بره، نه. ما امانتدار و خوبی هستیم برای اموالت، اونها رو نزد ما به امانت بسپار. اما بخل ورزیدن به این موجود، این بدگمانیه به خدایی که معبوده، یعنی منجر می شود به عدم اعتقاد درست به خدا، منجر می شود به کفر، منجر می شود به ایمانی. لذا بخل کاملا ضد ایمانه و انفاق موافق ایمانه. مولا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید من بخل بمالهی ذله. یه قضیه موجبه کلی است. هر کسی در شرق و غرب عالم، در گذشته و حال و آینده، مرد و زن، هر کسی که بخل بورزد به مالی که خدا بهش هبه کرده، بهش مرحمت کرده، این ذله، ذلیل میشه، خار میشه، اعتبارش از دست میده، از چشمها میفته. اگر کسی بخواد با عزت باشه، آقا باشه، با بزرگی زندگی کنه و همه به دیده آقایی، به دیده عزت بهش نگاه کنه، باید بذل و بخشش داشته باشه، باید بخشی از مالش رو اختصاص بده به خدای تبارک و تعالی، حالا چه به صورت خمسه، چه به صورت زکات فطره است، چه به صورت زکات اموال، چه به صورت صدقات مستحبه است. مالش را، یه بخشی از مالش را نگه دارد نزد خدای تبارک و تعالی، چون ما عندکم ینفد، اونی که دست شماست از بین میره، ولی ما عند الله باق، اونی که نزد خدا شما بگذارید با این انفاقتون، این برای شما میماند تا ابد. بس بخل مالی بده. یه بخلی هست خوبه. چه بخلیه؟ مولا میفرماد این خیلی حائز اهمیته. و من بخل به دینه جل. نسبت به دین انسان باید بخیل باشه، یا نباید عقاید حق رو از دست بده، باید عقیدهش نسبت به یک تایی خدای عز و جل این حفظ بشه، این رو نگه داره، نباید این رو از دست بده. عقیدهش نسبت به عدالت خدای تبارک و تعالی که خدا عادل است و به کسی ظلم نمی کند، این عقیده رو باید حفظ کنه، باید نسبت به حفظ این عقیده بخل داشته باشه، نه اینکه حالا چون یه عده مخالف عدل الهیان ما هم همراه اونها بشیم و عدل الهی را انفاق کنیم، نه، عدل الهی را باید نسبت بهش بخل ببرزیم، حفظش کنیم برای خودمون. اعتقاد به امامت، اعتقاد به ولایت، اعتقاد به شفاعت، اینا عقاید حقیقی هست که نسبت به اینها انسان باید بخل ببرزه، یعنی اینها رو از دست نده، عقیده به ولایت رو از دست نده، عقیده به شفاعت رو نباید از دست بده، عقیده نسبت به تولد امام زمان علیه السلام اینو نباید از دست بده. یه عده هستن ممکنه بگن امام زمان متولد نشده، با وجود این همه روایات در مورد تولد آقا امام زمان علیه السلام، انسان باید بخل ببرزه نسبت به این عقیده، این عقیده را از دست نده. عقیده به این که الان وجود مبارک امام زمان علیه السلام حیاً زندن در همین زمینی که الان من و شما داریم زندگی میکنیم، آقا امام زمان علیه السلام دارن زندگی میکنن، اما متاسفانه روایت میفرماید متاسفانه بر اثر ظلمی که بندگان خدا مرتکب میشن، به واسطه اعمال سوءی که انجام میدن، به واسطه معاصی و گناهانشون، این چشمشون نابینا شده، چشمشون کور شده و امام علیه السلام را نمیشناسن، نمیبینن، یا میبینن و نمیشناسن. قصه ما مردم مثل قصه برادران
یوسف با حضرت یوسف علیه السلام که اونها دیدن یوسف را، با یوسف هم کلام شدن، همراه یوسف سر یک سفره نشستن، اما او را نشناختن و او همه را شناخت. امام زمان علیه السلام الان همه ما را دارن میبینن، همه ما را میشناسن، صدای ما را میشنون، از درد و دل ماها خبر دارن. هر کسی در هر جای عالم که باشد متوسل به حضرتش بشه و استغاثه به طلبت از امام زمان علیه السلام یا صاحب الزمان ادرکنی از صدق نیت بگوید، آقا هر جای عالم که باشد بهش توجه میکند، همینطوری که عنایت کرد و توجه کرد به شیخ محمد کوفی که برمیگشت از سفر حج، پای شتر او در باتلاقی از شن گیر کرد، هرچی تقلا کرد که این شتر بیچاره را از این باتلاق نجات بده نتونست. دیگه کم کم داشت هوا تاریک میشد، وحشت همه وجودش را گرفته بود، کاروان هم کاروانی ها هم حرکت کرده بودند، تنها مونده بود، هیچ کس به دادش نمی رسید الا صاحب العصر و الزمان. یکی دو مرتبه گفت یا صاحب الزمان ادرکنی، بزرگواری حاضر شد که او را نمی شناخت، مهار شتر را گرفت و شتر را از این باتلاق نجات داد و در گوش شتر فرمود حتی الباب، یعنی این شیخ پیرمرد رو باید تا دم در برسونی. حرکت کرد این شتر تا دم دروازه کوفه، دروازه کوفه که رسید نشست روی زمین، دیگه پا نشد این شتر. شیخ محمد کوفی همون جمله اون آقا را در گوش شتر تکرار کرد حتی الباب، ایستاد این شتر زمون بسته، روپا شد، حرکت کرد تا در منزل این شخص را رسانید. امام علیه السلام میشنوند، امام علیه السلام غوثن پناه بی پناهانن، پناه بیچارگان هستند. این عقیده را انسان باید حفظ کند برای خودش، نسبت به حفظ این عقیده انسان باید بخیل باشد. لذا مولا میفرماید من بخل بدینه، هر کس نسبت به دینش و اعتقادات حقش بخل بورزد، این جله، یک آدم جلیل خواهد شد، یک آدم بزرگ خواهد شد. بنابراین نسبت به حفظ دین بخل عیب نداره، ولی نسبت به مال و ثروتی که خدای متعال به انسان عطا کرده اگر انسان بخل بورزد، این یک بیماری روحیه، منجر میشد به فقر و تنگ دستی و این سوء ظن به خدای تبارک و تعالی، بدگمانی به خدای عز و جل. ما باید به خدا عقیده درستی داشته باشیم. خدا میفرماید هر چه بدید من عوضش را به شما میدم، دو برابرش را میدم، ده برابرش را میدم، صد برابرش را میدم. الذين ينفقون اموالهم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل، مثل اون دانه ای که رویده بشود هفت خوشه می شود، در هر خوشه ای 100 دانه میشد 700 دانه، والله يضاعف لمن يشاء. اگر یک درهم انسان در راه خدا بده، امیدواریم به حق مولا امیر المؤمنین علیه السلام انشاءالله به همه ما معرفت کامل مرحمت کنه و به ما لطف کنه که بتونیم به وظایف شرعی خودمون انشاءالله به نحو احسن عمل کنیم. الهی آمین. بسیار ممنون و متشکرم از شما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در خصوص وجود نازنین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند که آگاه باشید هر کس علی علیه السلام را دوست بدارد، خداوند نامه اعمالش را به دست راستش می دهد و حساب او حساب انبیاء می باشد. سلام الله علیک یا امیر المؤمنین. سلام خدا و سلام همه عباد صالح خداوند بر آقا و مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اگر اجازه می فرمایید
سوالات بینندگان محترم رو خدمتتون تقدیم میکنم و انشاءالله پاسخهاش رو بینندگان محترم بشنون. پرسیدن که بعد از اذان ظهر مبتلا شدن به عادت ماهانه، آیا جایز است روزه خود رو افطار کنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به مجرد اینکه یک زن آلوده بشه قبل از اذان مغرب، ولو به نیم ساعت قبل از اذان مغرب، این روزه او به محض دیدن آلودگی، این روزه او باطل می شود، چه بخوره چه نخوره. نفس دیدن خون و نفس آلودگی این موجب بطلان روزه او می شود. بله. پرسیدند که زکات فطریه سید را آیا می توان به غیر سید داد؟ بله، دست سید بازه. سید می تونه زکات فطریه خودش را هم به سادات بده، سادات فقیر بده، هم میتونه به فقرای غیر سید بده. اما اگر کسی عامی باشه، یعنی غیر سید باشه، غیر هاشمی باشه، بخواد زکات فطره خودش را به سید بده، این درست نیست. زکات غیر سید به سید نمیرسه. حالا اگر اشتباهاً غیر سید زکاتش را داد به سید، این به تکلیف خودش عمل نکرده، باید به دست زکات زکات غیر سید، باید به غیر سید داده بشود. سید بله میتونه به سادات، به سادات فقیر و غیر سادات، اشکالی نداره. بله. پرسیدند که خانمم قهر کرده و به خانه پدرش رفته با دو فرزند، آیا می توانم زکات فطره آنها را بدهم؟ اشکال ندارد، این مرد می تواند زکات فطره همسرش را و زکات فطره دو فرزندش را بده، اشکال ندارد. اما اگر خانواده او، یعنی خانواده این زنی که قهر کرده، پدرش مثلا زکات فطره او را و زکات فطره نواهاش را اگر چنانچه داد، دیگه تکلیف از عهده شوهر ساقط میشه. بله. پرسیدند که در هنگام روزه گوش دادن به موسیقی و بازی کردن با آلات قمار چه حکمی دارد؟ گوش دادن به قمار، موسیقی، بازی کردن به با آلات قمار قطعا اینها حرامه و شاید حرمتش در ماه مبارک رمضان حرمت بیشتری هم پیدا میکنه، اما جزء مبتلات روزه انسان نیست، ولی منافات دارد با تقوا و انسان باید در ماه مبارک رمضان تقوا پیشه کنه و از گناه و معصیت دوری کنه و خودش را از مغفرت الهی محروم نکنه، که فرمود انسان شقی اون انسانی که ماه مبارک رمضان بگذرد و مورد مغفرت خدای عز و جل قرار نگیره. بله. یکی از عزیزان پرسیدند که شب هنگام جنوب شدم و به نیت بیدار شدن خوابیدم، ولی بعد از اذان صبح بیدار شدم، روزم تکلیفش چه می شود؟ چون نیتش این بوده که قبل از اذان پا میشه و غسل میکنه، اما خواب او را گرفت و دیگه متوجه نشد، وقتی بیدار شد دیگه اذان صبح گفته شده، روزه و روزش خراب نیست، روزه و روزش بله درسته، اما برای نماز این حتما باید غسل کنه، برای نماز صبحش و نماز ظهر عصرش این باید غسل کنه و نمازش را با غسل به جا بیاره. بله. پرسیدند که آیا حمام رفتن از وضو کفایت میکند؟ نفس حمام رفتن، این حمام عادی، خود برد حمام خودش رو تمیز کنه، این کفایت از وضو نمیکنه. بله، اگر کسی حمام بره و غسل جنابت بکنه، غسل جنابت کفایت از وضو میکنه، از بین تمام اغسال، از بین تمام غسل ها به فتوای آیت الله شیرازی فقط غسل جنابت کفایت از وضو را میکنه و نیاز به وضو ندارد. اما سایر اغسال، اگر سایر اغسال را انجام داد، باید یا قبلش یا بعدش حتما وضو داشته باشه. مثلا یک کسی فرض بفرمایید غسل شب قدر را
انجام داد که مستحبه و کسی که غسل شب قدر را انجام بده از گناهانش پاک می شود. بعد از این غسل یا قبلش یا بعدش باید وضو بگیره. البته آیت الله سیستانی می فرماید اگر کسی غسل جمعه بکنه یا فرض بفرما غسل زیارت بکنه یا غسل شب قدر را انجام بده یا زن حائضه و غسل حیض انجام بده، این غسل ها که دستور شرعی در مورد این غسل ها وارد شده کفایت از وضو میکنه. ولی آیت الله شیرازی میفرمایید فقط غسل جنابته. اما اگه کسی صرفا حمام عادی رفت و غسل انجام نداده، این فایده نداره حمام رفتن به تنهایی، بعدش باید انسان حتما وضو بگیره. بله، پرسیدن که خونی که بر اثر سربریدن مرغ به لباس برسد حکم آن چیست؟ قطعا این خون نجسه، بنابراین اگر بدن ما لباس ما به این خون آلوده شد باید لباس را و بدن را تطهیر کرد. خواستیم نماز بخونیم باید با بدن طاهر نماز بخونیم، با بدن با لباس طاهر باید نماز بخونیم. اما این خونی که به بدن یا به لباس رسید بر اثر سربریدن مثلا این حیوان حلال گوشت باعث نمیشد اگر روزه دار باشد روزش باطل بشه، یا اگر مثلا وضو داشته باشه و این لباسش یا این بدنش نجس شد به این خون وضوی او باطل بشه. نه، ضرر به وضو و ضرر به روزه نمیزنه، ولی برای نماز انسان باید بدن و لباس خودش را از این خون تطهیر کنه. بله، از بیننده پرسیدند که خوردن نان سوخته یا طعام سوخته چه حکمی دارد؟ مادامی که ضرر برای بدن نزنه، ضرر برای بدن نداشته باشه، اشکال ندارد. همچنین مادامی که تبدیل به خاکستر نشده، اگر تبدیل شده باشد به خاکستر، خب خوردن خاکستر مثل خوردن خاک میمونه. خوردن خاک جایز نیست، خوردن خاکستر هم بله جایز نیست. بنابراین به شرط اینکه به بدن ضرر نرسونه و به شرط اینکه به خاکستر که در عرب بهش میگن رماد، به شرطی که به خاکستر تبدیل نشده باشد ایرادی نداره. بله، بسیار ممنون و متشکرم از پاسخهای شما و انشاءالله که بینندگان عزیز و محترم که بیننده ما هم هستند از این برنامه استفاده کرده باشند. در این شب محترم، در شب شهادت مظلومانه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در هر کجای عالم که هستید از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. از همه شما عزیزان درخواست دارم که برای فرج مظلوم عالم آقا امام زمان علیه السلام دعا کنیم در این شب و روزها، بلکه انشاءالله خداوند مرحمتی کنند به برکت وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا بفضلك من خير أعوانه وأنصاره. يا علي مدد، خدا یار و نگهدارتون.